عنوان ادامه برنامه صبح فرداست و در خدمت شما عزیزان و در خدمت مهمان عزیز و ارجمند ما هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد عارف عرفانی، کارشناس مسائل دینی، که روی موضوع حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان صحبت هایی داشته باشیم. سلام خدمت شما جناب خواهر، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما همکارای گرامی، عزیزان روزدار، شب زنده داران، اهل مناجات، کسانی که در این ماه عظیم توفیقات نصیبشان بودن، برای همه عرض سلام و آرزوی قبول طاعات و عبادات و آرزوی سلامتی و عافیت داریم. خیلی ممنون، تشکر از شما. سلامت باشین آقای عرفانی، ما هم خرسند هستیم که امروز شما را در برنامه داریم. در نخواست صحبت داشته باشین از آثار و برکات ماه مبارک رمضان. ماه مبارک رمضان در پرتو روزه در این ماه آثار و برکات بسیار زیاد، فراگیر و ارزشمند داره. فی المثل یکی از برجسته‌ترین اثری روزه را خدای متعال در قرآن بیان کرده، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه را بر شما واجب کردیم تا اینکه شما روزداران به درجه و به مرحله تقوا برسید. بله. در پرتو روزه انسان میتونه به تقوای الهی دست پیدا بکنه، البته خوب مشروط بر این که روزه روزه واقعی باشه، یعنی نگاه ما از روزه صرفی نخوردن و نیاشامیدن و تحمل تشنگی و گرسنگی نباشه. اگر روزه روزه واقعی باشه، همه ابعاد وجودی انسان روزدار باشه، انسان به این تقوا دست پیدا میکنه و خودی تقوا شاه کلید بسیاری از برکات دیگر در زندگی است که قرآن میفرماید و من یتق الله یجعل له فرقانا و من یتق الله یجعل له مخرجا و من یتق الله یرزقه من حیث لا یحتسب. و خود قرآن عظیم الشأن که کلام الهی و این ماه ماه نزول قرآن، در اینجا هم تأکید شده که ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین، یعنی هدایت قرآن هم باز شامل انسان های با تقوا میشه. در جای دیگر میفرماید والعاقبت للمتقین، یعنی عاقبت از آن تقوا پیشگانه، یعنی رستگاری و سعادت مندی نهایی و اخروی برای کسانی تعلق میگیره که اونها اهل تقوا. خلاصه برکات بسیار زیادی داره ماه مبارک رمضان و روزه. خب این شاه کلید همه برکات تقوایه که ما امیدواریم بنده شما و همه روزداران و عزیزان به این حالتی تقوا و ورع و خودنگهداری رسیده باشیم که فلسفه روزه یه. خب اگر به این رسیده باشیم، خود تقوا به دنبال خود صدها برکت داره. و برکات دیگه ای را ما میتونیم نام ببریم. ببینین شما که اساساً خود ماه رمضان ماه برکت است، به این معنا که ثواب عمل در این ماه مضاعف میشه. نه تنها مضاعف میشه، در بعض از قطعه ها و پاره های از زمان معنوی و ملکوتی این ماه ثواب و پاداش عمل هزار برابر میشه. نمونه و مثالش همین شب لیلت القدر یا شب قدر است. لیلة القدر خیر من الف شهر. این شب بهتر، نگفته حتی برابر، خیر. خیر یعنی وقت خدای متعال تعبیر میکنه، یعنی گویا شاید دو برابر، هزار برابر باشه، مضاعف باشه. خب این برکت ماه مبارک رمضانه که شما یک شب را زنده نگه میداری، گویا هزار شب را زنده نگه داشتی. یک صدقه در راه خدا میدی، گویا برای هزار مسکین و بیچاره صدقه دادی. یک نماز برابر با هزار نماز میشه، یک ذکر برابر با هزار ذکر میشه. همین طور سایر برنامه های ما. و جالب اینجاست که این ماه ماه نزول قرآن، ما روایت داریم از معصوم که میفرماید شما اگر میخواین از فیوزات این ماه بهره مند شوین، یکی از راهکارها اینه که شما با قرآن مأنوس باشید. چرا؟ چون این ماه ماه نزول قرآنه، این ماه ماه بهار قرآنه
و انا انزلناه فی لیلة القدر. و یکی از دلایل ارزش و اهمیت این ماه نزول قرآن هم. میگه شما تا میتوانید با قرآن مأنوس و محشور باشید. و میگه هر کسی که در این ماه یک آیه مبارکه از قرآن را تلاوت بکنه، مثل این است که در غیر ماه رمضان همه قرآن را تلاوت کرده. خب این برکات ماه رمضانه. و سحرخیزی خود شما در غیر رمضان، این توفیق غیر که نصیبی رفیقی انسانهایی شوه که اونها واقعا همیشه اهل معرفت هست، همیشه در فضای رمضانی قرار داره. در غیر اکثر مردم در ماه غیر رمضان دیگه سحر خیلی شاید توفیقی سحرخیزی نداشته باشه. خب خود سحر برکته، خود سحرخیزی در واقع برکات زیادی داره و برکاتی آسمانی در سحر نازل میشه. و برکات دیگه ای که بالاخره در پرتو ماه رمضان انسان به نظم و انضباط دست پیدا میکنه. شما ببینید نظم و انضباط در زندگی یک اصله، یک رمز موفقیت که هم کارشناسان دانشمندان مسلمان غیر مسلمان و آموزه های قرآنی به این مسئله تأکید داره. حضرت امیرالمؤمنین بار بار در هر جا که با مردم سخن میگه دو نکته را بسیار تأکید داره و مداومت داره. میگه اوصیکم بتقوا الله و نظم امرکم، شما را به داشتن تقوا و ورای الهی توصیه میکنم و شما را به داشتن نظم در زندگی توصیه میکنم. خب این نظم، جلوه های نظم ببین، همین که ما مثلا مرتب و منظم نماز را اقامه میکنیم، مرتب و منظم از خواب بلند میشیم. بله. و سر یک زمان و یک لحظه مشخص، حتی دیگه در بحث افطار اینها خیلی تأخیر پیش نمی آید و در سحر هم دیگه یک وقت بسیار مشخص اینا حضور در مساجد، برنامه های معنوی. خب این جلوه های نظمه. خب این نظم خودش باز یکی از آثار و برکات ماه مبارک رمضانه. خب یکی از آثار دیگری ماه مبارک رمضان این است که انسان در پرتو روزه در این ماه اراده انسان قوی میشه، اراده تقویه میشه، که باز خود قوی بودن اراده سرآغاز و کلید همه موفقیت هاست. یعنی چی؟ یعنی این که انسان به صورت بالقوه استعدادهای فوق العاده در وجودش نهفته است. یعنی یک انسان به لحاظ استعداد به جاهایی میرسه که شما تصورم نکنید. همان کسانی که نام آوره، همان کسانی که مدال آوره، همان کسانی که تاریخ ساز است، حالا از حوزه ورزش گرفته تا حوزه علمی تا حوزه هنری، همین استعداد همه انسان ها داره. ولی اراده و همتش را همان شاید نداشته باشه. بله. و الا اگر اراده باشه، همت باشه، همه میتونه در واقع نخبه شوه، مخترع شوه، در واقع در حوزه علوم دینی مجتهد شوه، مهندس شوه، دکتر شوه. خب چنین نیست که فقط یک تعداد انگشت شمار این استعداد، نه، شما هم میتونی، ایشان هم میتونه، بنده هم میتونم، همه بینندگان هم، مگر ای که حالا یک مشکل و معلولیت جسمی فکری و بحثش جداست که از هر میلیون نفر شاید یک نفر یک مشکلی که باز امور هم اگر ما بررسی بکنیم، شما بعضی از افراد معلول ببینین به چی توانایی های فوق العاده دست پیدا میکنن. من جمله یک دختر خانومی هست در همین شهر ما، حالا اسمش چی بود، در بحث نقاشی در صاف حلج، و چنان زیبا و هنرمندانه با این دهنش نقاشی میکنه که انسان حیرت میمونه. خب اینها همه اش مبنایش چیه؟ اراده. خب این اراده از آثار و برکات ماه رمضان، صبر و حوصله مندی و حلم و بردباری هم که باز در پرتو روزه ماه رمضان میسر میشه. شما در طول روز چندین ساعت با صبر دست پیدا میکنی. بله. دلت میخواد که مثلا آب بنوشی، دلت میخواد که غذا بخوری، ولی صبر میکنی، این صبر رو تمرین میکنی، عملا به این صبر دست پیدا میکنی. خب ولی در غیر رمضان همچی فضای وجود نداره. تو 5 دقیقه صبر بکنی در لحظه، در دقیقه ششم او نرسه دیگه ممکن است خیلی مثلا مشکل تمام شود. این برکات و آثار ارزشمند ماه مبارک رمضان و روزه در این ماه. دقیقاً. بله. آقای عرفانی، چطور میتونیم که این آثار و برکات از این ماه مبارک رمضان را در وجودمان نهادینه بسازیم؟
راهکارهای زیادی در این زمینه مطرح است. مهمترین مسئله این است که ما همین دست آوردهای ارزشمند در خدمت شما عزیزان عرض کردم بتانیم حفظ بکنیم، یعنی رسیدنی به یک مطلوب، رسیدنی به یک وضعیت خوش، رسیدنی به یک دست آورد، خب این خودش یک توفیق و یک ارزش هست مسلمان، ولی حفظ اون دست آورد و اون ارزش مهمتر از خود دست آورده. فی المثل کسی توفیق داره یک سوره مبارکه قرآن را حفظ میکنه، حفظش راحته، ولی حفظ این دست آورد کاری نسبتاً مهم و دشواریه. یا شما یک کسی مثلا در پرتو ورزش با یک وضعیتی بسیار مطلوب جسمی و بدنی دست پیدا میکنه، خب زحمت میکشه یک ماه دو ماه تمرین ورزش نرمش دویش، خب با یک حالت ایدئال میرسه که اندام متناسب داشته باشه مثلا ورزش اینا، ولی اگر مداومت به خرج ندهه خب ای از دستش میره ای دستاورد. پس اولین راهکار برای حفظ دستاوردهای ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان روزدار و شما عزیزان یادآوری نماییم، استمرار و مداومتی در عمل. ببین در ماه مبارک رمضان همه ما توفیقات بسیار ارزشمندی داشتیم که یادآوری کردیم، طعم شیرینی تلاوت با قرآن را اکثر روزداران چشیده، طعم شیرینی سحرخیزی و نماز اول وقت و همدردی با فقرا و سایر برنامه های ارزشمند همه ما تجربه کرده ایم، نظم و انضباط و اراده. خب اینها قرار نیست که ما فقط در طول رمضان اهل معنویت باشیم، قرار نیست که ما فقط در طول رمضان خود امساک بکنیم از محرمات و محارم الهی و اهل همدردی با فقرا باشیم. نه خیر، ماه رمضان یک فرصت، یک بستر، یک زمینه، یک بهانه. اساسا ماه رمضان تمرین بندگی و تمرین عبودیت و تمرین دستگیری از فقرا و زیست مسالمت آمیز با مردم برای 11 ماه بعدی. یعنی ماه رمضان به خاطر این است که ما در این ماه تمرین بکنیم، یعنی حتی خدای متعال میگه شما از حلال خدا پرهیز بکنید. خب خوردن و آشامیدن در غیر رمضان حلاله، این دیگه کدام حرمتی نداره که تو آب بخوری، حتی از حلال خدا شما را منع کرده. چرا؟ برای این که شما بتوانید در غیر رمضان حد اقل از حرام خدا خود را حفظ بکنید. خب یک راهکار این است که ما پشتکار داشته باشیم، مداومت و استمرار، که این پشتکار و مداومت و استمرار در ابعاد مختلف زندگی عامل موفقیت است. عمل کم باشه ولی دوامدار باشه و ماندگار و سازنده و ارزشمنده. اگر عمل بسیار فراوان باشه ولی ادامه نداشته باشه، شما شب تا به صبح بنشینید خب قرآن بخوانید عبادت بکنید، یک سال دیگه هیچ خبری از سحرخیزی و مناجات نباشه، این خیلی نمی صرفه. شما یک روز از اول تا به صبح ورزش بکنید که آفت هم داره، ولی یک سال دیگه نه نرمش باشه نه دویش باشه، این چیه؟ آفت داره. و هر کار مطالعه، شما یک روز از صبح تا به شب بعضی ها با اشتباه همین برداشت داره دیگه، خود خسته میکنه در عبادت، در مطالعه، در کارهای روزمره، هی فشار میاره، بسیار علاقمند و با اشتیاق یک روز کتاب ما میخواییم مطالعه بکنم، دو ساعت، سه ساعت گنگ و گیج میشه، ایرم نمیتونه که چی برداشت از کتاب کرد یا نه، دیگه یک ماهی دیگه یا یک سال دیگه روی کتاب را باز نمیکنه. یا تلاوت قرآن همین طوره، یعنی تأکید این نیست که شما حتما باید یک کلام الله مجید در یک روز یا یک ماه حتی ختم بکنید، یا حتما اگر یک جز نخواندین شما بهره‌ای نمیبرین، نه خیر. خب کم بخوان، همیشه با تدبر شما یک آیه ببینید، یک آیه قرآن را هر روز ما تلاوت بکنیم، ولی هر روز مداومت به خرج بدیم. پس این بحث مداومت یک راهکاری بسیار خوبیه برای حفظ دستاوردها. و راهکار دیگه این است که بستگی به این داره که این روزه ماه مبارک رمضان
آیا برای ما تأثیر گذاشته یا نه، ایجاد اثر، یعنی یکی از نکات بسیار مهم در ماه رمضان ایجاد اثر هست. اگر تأثیرگذاری داشته این روزه ماه رمضان برای ما، یعنی اخلاق ما تغییر کرده، نگریش ما تغییر کرده، برنامه های زندگی ما تغییر کرده و ما توانستیم در پرتو این ماه خود را به خوبی ها و زیبایی ها وصل بکنیم و از زشتی ها و موارد نامطلوب و تندی و پرخاشگری و حالا تنظیم حقوق دیگران و اینها فاصله بگیریم. این اثر اگر ایجاد شده به صورت عمیق، خب این به خوبی این دستاوردها حفظ میشه، ولی اگر اثر نبوده، خب ما نگاه سطحی و سرسری داشتیم به روزه، فقط دغدغه ما همون شکم و سحری زیاد بخوریم که روز گشنه نشویم، روز هم روز زود تمام شود که بخیر لبی سفره افطار بنشینیم، خب این دیگه خب نگاه و دغدغه ما همان خوردن و آشامیدن. به هر حال این یکی از آثاری که خدمت شما عرض کردم و در پرتوی تقویت ایمان باز دستاوردها حفظ میشه. هر چه درجه ایمان بالا باشه، تقوا، انسان به مرحله تقوا بیشتر و بهتر دست پیدا میکنه و انسان اگر به حالت تقوا، تقوا یک ملکه، یک شعار نیست، یعنی در بحث اخلاق میگه اخلاق اون چیزی است که یک صفات درونی ثابت و همیشگی بر مبنای اختیار. اون انجام اعمال نیک زمانی ارزش داره که او بر مبنای همون خواسته های و میل های درونی ما شکل بگیره. این چون نمیشه که ما اکراه داشته باشیم. اصل تقوا این است که یک ملکه، یعنی در وجود ما نهاده نشود. خب اگر تو به ایمان رسیدی در ماه رمضان و به تبعش به تقوا دست پیدا کردی، این تقوا به خوبی این دستاوردهای ماه مبارک رمضان را چکار میکنه؟ حفظ میکنه. و یکی از راهکارهای دیگر هم اجتناب از گناه. خدای متعال میگه روزه را واجب کردم تا به تقوا دست پیدا بکنید، از گناه فاصله بگیرید. ما در ماه رمضان به برکت و به لطف این ماه و برنامه های این ماه از گناه فاصله میگیریم. نه تنها از گناه فاصله میگیریم، بلکه از مواردی که در غیر رمضان گناه هم محسوب نمیشه فاصله میگیریم. خب در غیر رمضان هم نگاه ما این باشه، تلاش ما این باشه که خود را به گناه نزدیک نکنیم. اگر از گناه فاصله گرفتیم، دستاوردهای ماه مبارک رمضان حفظ میشه که علما مثلا روش هایی را تحت عنوان راهکار مشارطه، مراقبه و محاسبه بیان فرموده که انسان چه در ماه رمضان چه در غیر رمضان مشارطه داشته باشه، یعنی در طول روز و در طول ماه با خود شرط بکنه که ما امروز گناه انجام ندهم. شرط را شما میفهمین دیگه، کسی با یک کسی دیگه شرط میبنده که اگر این کار را کردی اینی مبلغ هزینه روی تو بار میشه. یا خودت با خود شرط میکنی که اگر ما این کار را انجام دادم سر خود یک تنبیه بدنی که ما باید یک روز دیگر روزه بگیرم، الله تحت عنوان نظر، یا این کار را باید بکنم. این مشارطه یا خب شما شرط میکنی که دیگر در طول روز ما این دستاوردها نگه داشته شود و ما کار خلاف انجام ندهیم. بعدش به ادامه مشارطه مراقبه وجود داره، شما مراقبت میکنی، مواظبت میکنی که دست از پا خطا نکنی، اشتباه صورت نگیره. خب مراقبت که صورت گرفت، بعدش در ختم روز یا در ختم ماه یا در ختم سال محاسبه وجود داره. تو حساب میکنی، از نفس خود حساب میکشی. همان فرمایشی که ما حضرات معصومین فرمود قبل از اینی که خدا و ملائکه ها از شما حساب بکشند، پرونده شما را بازنگری بکنه، خود شما از خود حساب بکشین که امروز چی کاری کردی، لیست کو، کار خوبیت را، کار زشتیت را، کارهایی که به اصطلاح یک دستاورد محسوب میشه و این که تو امروز وقت به بتالت گذراندی، مطالعه کردی، دانشگاه رفتی، با مردم همدردی داشتی، در کجا خوشخلق بودی، در کجا تندی کردی. این محاسبه دیگه همون کاری که دکاندار و صراف و مغازه‌دار هر روز میکنه. ما به خاطر سرنوشت دنیوی و مادی خود هر روز حساب و کتاب داریم. خب اگر در ختم شب یک
مبلغ ما مثلا عقب بمانیم، چقدر ناراحت میشیم سر شاگردان، مثلا طرف ناراحت میشه و هر کسی که دستن در کار است در یک فضای کاری که شما چی کار کردین که ما امروز زیان کردیم. در یک روز مثلا $100 یا 10,000 افغانی یک کسی زیان میکنه، اون شب تا به صبح خواب نمیره. ولی این که واقعا در این سرنوشت ابدی که ما در پیش داریم، خب دنیا تجارت خانه یا دنیا مزرعه الاخره یا ما هیچ گاهی محاسبه نمی کنیم که ما این عمر که رفت دیگه، این سرمایه عمر رفت، وقت مزایای شد، خب ما چی کار کردم، فایده کردم، نقص کردم. خب این محاسبه هم که صورت بگیره خیلی خوبه. انصافا انسان اگر محاسبه نداشته باشه، بازنگری نداشته باشه، موفق هم نمیشه. دانشجو ببینه پارسال در چه وضعیت تحصیلی بود، نمراتش، معدلش و اصلا میانگینش چند بود، فیصدیش 18 بود یا 20 بود یا 14، امسال چنده؟ اگر رشد کرده که چی بهتر، اگر عقب مانده باید تجدید نظر بکنه، تلاش چی بیشتر به خرج بده. بله، خیلی صحبت‌های خوبی را داشتین آقای عرفانی. در اخیر هم پیام و صحبت‌های اخیر شما را خیلی کوتاه میشنه. فکر می‌کنم که همه صحبت‌ها و پیام در قالب همین مواردی که به عرض رساندیم یادآوری شد. به هر حال این ماه طبق تعبیری بزرگان قطعی از بهشت است که وارد دنیای مادی انسان‌ها میشه. بعض از انسان‌ها در طول رمضان خدایی میشن و خدایی میمانن. ورود ما در ماه رمضان یک توفیق اجباری هست. همه انسان‌های مکلف چاره‌ای نداشت جز این که خود را عیار میکردن با برنامه‌های این ماه، و اما خروج از این ماه اختیاریه. ما میتونیم همچنان مهمان خدا باشیم، ما میتونیم همچنان خدایی باشیم و خدایی زندگی بکنیم. از چه طریقی؟ از طریق حفظ همین دستاوردها و مداومتی در سحرخیزی. نمیگیم که در طول سال ما روزه باشیم، هر از گاهی روزه هم بگیریم، ولی سحرخیزی را عزیزان فراموش نکنیم. واقعا برکاتی که در سحر در هیچ یک از اوقات شبان روزی نیست. برکاتی که در تلاوت قرآن قلب را نورانی میکنه، سیقل میده اونسی با قرآن. دستگیری از فقرا در ماه رمضان رسم میشه، باب میشه، و روزه رمضان به خاطر اینه که ما طعم گرسنگی رو بچشیم از حال فقرا. در غیر رمضان هم هر از گاهی دست نوازش به سر یتیم و فقیر بکشیم. این صبر و حوصله مندی و حلم و بردباری که برای ما به دست آمده، به تعبیر دیگر حسن خلق، این را نگه داریم. در غیر رمضان هم خوش خلق باشیم، حوصله مند باشیم، صبور باشیم، بردبار باشیم، و در واقع تلاش کنیم که این ارزش هایی را که ما به دست آوردیم حفظ بکنیم. خدای نخواسته نشوه که بعد از ختم رمضان دوباره همان برنامه هایی که دیگه در شأن یک روزه‌دار نیست صورت بگیره. این کارها را بکنیم، ان شاء الله همیشه مهمان خدا و ضیافت الهی باشید. تشکر، سلامت باشید، موفق و معید باشید. تشکر شما. ممنون از تشریفاری شما جناب آقای عرفانی، خیلی صحبت های خوبی بود، ما هم استفاده کردیم. خدا کنه که از زن بیننده ما هم چند مستفید شده باشه از صحبت های نیک شما. ممنون.